جوان مسلمان، جوانی که با اسلام خو گرفته و اسلام در تار و رگ و پی او عجین شده و جز به لاینفک او قرار گرفته، بحران هویت معنایی ندارد. در خود فنا شدن و از خود گریختن معنایی ندارد. چی شده ما؟ چه دلائلی باعث شده که جوان ما دچار این بحران ها و چالش ها بشه؟ 4 بحران جدی رو به عنوان خطرهای جدی امروز بشریت و علما و اندیشمندان تلقی کردن و اونها رو معرفی میکنن. نخستین عامل بحران هویت جوان ما عدم آشنایی با دین اسلامه. واقعیت رو قبول بکنیم چه تلخه و چه شیرین که ما فقط به محض این که فرزند مسلمانیم اسلام رو قبول کردیم. از هر جوانی بپرسید تو کی هستی میگه من بابام مسلمانه، من مسلمان زاده، چون که بابام مسلمانه من مسلمانم، وگرنه از اسلام هیچ خبری، هیچ مطالعه‌ای، هیچ تحقیق و بررسی نیست. و اینجاست که کعبه آمال خودش رو در غرب و غربی ها میداند و فکر میکنه که بله، غرب در همه جا دست پیشی زده و گوی سبقت رو بوده است. جوون، قرآنی که ما داریم، کتابی که ما داریم، اولین کلام نازنینش که زمانی که نازل میشود با کلمه اقرع نازل میشود، دقیقا در زمانی که دنیا از سواد و سواد آموزی خواندن و نوشتن هرگز خبری ندارد. جامعه عربستان سیر قهقرایی رو داشتن طی میکردن، در رکود اخلاقی و جمود فکری بودن، در اندسفتی اونها با اوجش رسیده بود، به قدری در میان ملت ها و از چشم ملت ها افتاده بود که زمانی که شهسواران علم و عرفان و تربیت یافتگان مکتب نبوی آمدن به ایران ابر قدرت اون زمان، فردوسی از زبان کسرا پادشاه ایران میگوید ز شیر شتر خوردن و سوس مار، عرب را به جایی رسیده است کار، که تخت کیانی کند آرزو، توفو بر تو ای چرخ گردون توفو. عربی که غیر از گوشت سوس مار و شیر شتر دیگه غذایی را به رسمیت نمیشناخت، عربی که از سواد و سواد آموزی و جنگ و جهاد و مبارزه و پیکار چیزی بلد نیست، امروز تخت پادشاهی ایران رو میخواد تحت سیطره خودش قرار بده؟ بله سروران عزیز، در چنین وضعیتی اولین کلام و اولین کلمه کلام الهی ما با لفظ اقرع شروع میشود. بخوان، خواندن پله هر ترقی و تعالی و پیشرفت. سپس الذی علم بال قلم. کی میفهمید قلم چیه؟ کی میفهمید اون زمان قلم بزرگترین ابزار سواده، بزرگترین ابزار پیشرفته؟ یکی اقرا زبان و دیگری قلم. ما اگر اسلامو میشناختیم هیچ زمان بوق تبلیغاتی جهان غرب قرار نمیگرفتیم. پیشرفت های جهان غرب در 2 نقطه خلاصه میشه: 1 در عرصه صنعت و تکنولوژی، 2 در عرصه علم ها و علوم پزشکی و سایر علوم. اما اینو بدونی سروران عزیز که اگر اروپا امروز به جایی رسیده است، به قول آقای مستر سبریل رئیس دانشکده حقوق وین در آلمان، یه مسیحی است، میگه دنیای غرب، دنیای اروپا به وجود شخصیتی مانند محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم افتخار میکند که با وجود درس نخواندگیش و امی بودنش در 1400 سال قبل قانونی پیاده کرد، قانونی رو پیاده کرد، قرآنی رو به زمین آورد که اگر اروپا بعد از 2000 سال به اون قوانین و به اون آیین نامه عمل بکند، سلامت جهانیان خواهد شد. یه مسیحی داره میزنه. یا برنارد شاو، نویسنده مشهور جهان انگلیس، میگه آقا دنیای اروپا صنعت و تکنولوژی خودش رو مدیون سربازان و صحابه رسول الله هن. آیا مگر نشنیدی شما همین ساعتی که امروز کاردستی بچه های ژاپنی است برای نخستین بار در زمان خلیفه عادل مسلمین حضرت هارون الرشید رحمه الله اختراع شد، ساختن، اختراعش کردن، کادو کردن برای ملکه فرانسه،
وقتی ملکه فرانسه ساعت رو باز کرد، کادو رو باز کرد، ساعت رو دید، دید یک چیز داره داخل ساعت میچرخه، هول کرد، ترسید، گفت این دیگه چیه؟ بلا فاصله با مجلس خبرگان خودش پشت درهای بسته مجلس اضطراری تشکیل داد که بیایید هست، که بیایید مسلمان ها یک حیولا برام فرستاده ببینید چیه، اینجوری داره خودش خود با خود میچرخه. ساعتها رایزنی کردن با اهل حل و عقدش و متفکرین و خبرگان و دانشمنداش و نهایتا مجموعه نمایندگان این چیز رو تصویب کردن که مسلمان ها لابد داخل این ساعت جن گذاشتن و این جن داره این ساعت رو میچرخه. دستاورد و رهاورد و اختراع من و شما رو دنیای قد نمیفهمید چی هست. اقبال کجایی که تا دهنت رو ببوسم، چه زیبا میفرماید حکمت اشیا فرنگیزاد نیست، اصل او جز لذت ایجاد نیست، نیک اگر بینی مسلمان زاده است، این گوهر از دست ما افتاده است، این گوهر از دست ما افتاده، چون عرب اندر اروپا پرگشاد، علم و حکمت را بنا دیگر نهاد، دانان صحرانشینان کاشتن، حاصلش افرنگیان برداشتن، این پوری از شیشه اسلاف ماست، باز سیدش کن که او از قاف ماست، لیکن از تهذیب لا دینی گریز، زان که او با اهل حق دارد ستیز، فتنه ها این فتنه پرداز آورد، لات و عزدا در حرم باز آورد.